سر خط خبرها. دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر سرگیری غنی‌سازی در فردو. تهران میگوید بازرسان فردا نمونه محصول سانتریفیوژها را بررسی می‌کنند. 3-4 دونه. 5-6 دونه. اختلاف بر سر بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. ستاد عبدالله عبدالله میگوید شمارش آرا قبل از جداسازی آرا تقلبی غیرقانونی است. 1 میلیاردر نیویورکی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک به جمع نامزدهای دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی می‌پیوندد. و گرامی داشته 30مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین، رویدادی که جهان را متحول کرد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو به این تأسیسات دعوت شدند. بهروز کمالوندی گفته بازرسان آژانس قرار است فردا از نمونه‌ها در فردو بازدید کنند. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا کشورهای باقی مانده در برجام را تهدید کرده که اگر گام‌های پیش روی ایران برای کاهش تعهد به برجام تمام شود، ایران ممکن است به سراغ خروج از معاهده MPT برود. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، ایران تاکنون در 4 مرحله اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای را کاهش داده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. 3 روز از آغاز گام 4 ایران برای کاهش تعهداتش در برجام می‌گذرد. گامی که طی آن ایران به سانتریفیوژهای مرکز هسته‌ای فردو در جنوب قم گاز تزریق کرد و غنی‌سازی در این تأسیسات را از سر گرفت. اقدامی که به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با آغاز برجام قرار بوده تا 15 سال دیگر انجام نشود. این کار از چند روز پیش شروع شد. شروعش هم با انتقال یه سیلم بود از سایت شهید بدی روشن. حدود 2000 کیلو UF6 یا اگزافلوراید منتقل شد. اقداماتی که آقای کمالوندی میگوید زیر نظر آژانس انجام شده و آنها قرار است فردا نمونه مواد تهیه شده را هم ببینند. اما از تحولات چند روز اخیر موضوعی هست که همچنان مبهم باقی مانده. جلوگیری ایران از ورود یکی از بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نتنز که هفته پیش صورت گرفت. در واقع سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که ایشون این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد. یه گزارش کاملا ما به آژانس دادیم. آقای غریب‌آبادی این رو در شورای حکام مطرح کردن و به نظر ما اعضا هم متقاعد شدن بگذاریم از امریکا و رژیم صهیونیستی، احتمالاً یکی دو تا کشور حاشیه خلیج فارس. اما موضوع دیگری که آقای کمالوندی امروز برای اولین بار به آن اشاره کرد مسئله ترقوزآباد است. یعنی فرض بفرمایید الان این موضوعی مثل ترقوزآباد میتونه همین الان تو 4 تا 5 تا کشور باشه. ما نمیخوایم بگیم الان مثلا فرض کنیم به آلوده کردن مثلا فرض کنیم مثل اسرائیل و فلان حرفا، اصلا این اونجا رو اینقدر مهم بکنیم بگیم همچی آلودگی داره که مثلا حالا چیز کردن. واقعا مسئله مهمی نیست، یه مسئله کوچیکیه که کاملا قابل حل هستش. خبرگزاری رویترز حدود 2 ماه پیش از قول 2 دیپلمات گزارش داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در نمونه های آزمایش شده از یک انبار اتمی مورد ادعای اسرائیل در ترقوزآباد در نزدیکی تهران آثار اورانیوم کشف کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهر پارسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن یک نقشه و تصویر سردر ساختمانی در ترقوزآباد گفت کشورش از چند ماه قبل اطلاعات انبار مخفی هسته‌ای ایران در این محل را به آژانس داده، اما این نهاد اقدامی نکرده. سخنانی که مقام‌های ایران در واکنش به آن پوزخند زدند. جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه ارجاعش دادن به ترقوزآباد. در عین حال واکنش کشورهای مختلف به گام 4 ایران همچنان ادامه دارد.
وزیر خارجه آمریکا گفته نگران عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ایران اما همچنان امیدوار است که چهار گام صورت گرفته بتواند کشورهای غربی را برای برداشتن گام‌های عملی برای برخورداری ایران از منافع برجام متقاعد کند. مهدی بیگی، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو در اسکاتلند، با ما روی خط اسکایپ هستن. آقای تقی‌زاده، در مورد این دیدار فردا چی فکر میکنید با توجه به یک سری تنش‌هایی که در این روزهای گذشته دیدیم در این مسئله بین ایران و کشورهای غربی؟ اجازه بدید به کوچک نگاه کردن مسئله از دید سخنگوی آژانس آغاز بکنیم که از دو کشور حاشیه خلیج فارس یاد میبره و اونها رو کوچک قلمداد میکنه، در حالی که این کشورها یعنی عربستان و کویت تازه به جمع شورای حکام پیوستند و آرای اونها در تصمیم گیری علیه ایران میتونه مؤثر واقع بشه. و همینطور در مورد آلودگی در ترقوزآباد که آقای کمالوندی این مسئله رو اینطور توجیه میکنه، در کشورهای دیگر هم این آلودگی ها ممکن است وجود داشته باشند. ولی همونطور که در گزارش شما بود، ایران مطلقاً قبلاً این مطلب رو یک محل قالوشینی معرفی کرده و با توجه به پنهانکاری های گذشته ایران در مورد تأسیسات اتمی این قضیه میتونه مسئله ساز بشه. ولی مشکل مهمتری که وجود داره این است که آیا واقعاً سیاستی که ایران برای عقب نشینی گام به گام از تعهداتش در قبال برجام در پیش گرفته میتونه سیاست موفقی باشه یا خیر. اگر واقعا هدف این بوده که اروپا قانع بشه از ایران نفت بخره، سازوکار مالی رو با 15 میلیارد دلار اعتبار به راه بندازه و وضعیت تجارت خارجی با ایران رو برگردونه به وضعیت قبل از خروج آمریکا، تا به حال در طول 8 ماه گذشته و 4 گام برداشته شده ایران به این هدف نزدیک نشده. باید پرسید آیا واقعا ایران یک انتهایی برای این سیاست در نظر گرفته و آیا خط آخر اونطور که آقای بعیدی نژاد امروز اعلام کرد و آقای کمالوندی هم به اون اشاره کرد، مسئله خطرناک مطرح کردن امکان خروج از NPT است، یک قرارداد بین‌المللی که ایران در دهه 70 به اون پیوسته بود. این تجربه رو کره شمالی در سال 2005 داشت، بعد از اینکه تصمیم گرفت از این معاهده خارج بشه مبادرت به آزمایش اتمی کرد. و همینطور مسئله خروج بازرسا که مسئله بسیار باهمیتی است. میدونید که بازرسان آژانس مثل نمایندگان سیاسی کشورهای دیگه از مسئولیت سیاسی برخوردارن. اخراج یک بازرس میتونه بسیار بسیار جدی باشه با توجه به اینکه مسئله اصلی آژانس در مجموعه دنیا در ایران خلاصه میشه و خروج یک بازرس میتونه تبعاتی داشته باشه. فکر میکنید که آقای تقی‌زاده ایران چه راه حل دیگری پیش رو داره؟ آمریکا از برجام خارج شد، ایران تا مدت زیادی در این قرارداد موند و کشورهای اروپایی برخلاف قولهایی که داده بودند به ایران به هیچ کدوم از خواسته های ایران جامعه عمل نپوشوندند. باید به اصل ماجرا برگشت. ایران یک ظرفیت عظیم و ثروت بزرگ به اسم نفت و گاز داره که در گذشته گفته شده بود برای افزایش افزوده این ارزش ما میخواییم برق اتمی تولید بکنیم تا بتونیم نفت بیشتری صادر بکنیم و حالا میبینیم که گاز توسعهش متوقف شده به علت همین برنامه اتمی، صادرات نفت تقریبا به صفر رسیده به علت همین برنامه اتمی، در حالی که برنامه اتمی به سوخت اتمی قابل مصرف در داخل کشور هم نرسیده. آیا واقعا این هزینه میتونه اون چیزی که به دست اومده تامین بکنه یا اینکه ایران به دنبال تولید برق اتمی نیست، به دنبال دست یافتن به ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی است؟ اینه که باید با صداقت با مردم در میان گذاشته شده باشه و هدف اصلی این برنامه به اطلاع مردم برسه و ده ها میلیارد، شاید برای همین امسال محاسبه زیان های ناشی از نفت و گاز به 80 میلیارد دلار میرسه، میتونه توجیه بکنه برنامه رو. اون وقته که باید از برجام دست شست، دست ها رو بالا کرد، برنامه اتمی با شاخه نظامی رو واگذار کرد و در یک شرایط پایاپای با بقیه دنیا به گفتگوی تازه نشست. متشکرم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو با ما. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران گفته با عقد آریایی در دفاتر ازدواج برخورد خواهد شد. ذبی الله خداییان گفته برای جلوگیری از عقد آریایی در دفاتر ازدواج و طلاق بازرسان نامحسوس ارسال خواهند شد.
بیشتر گزارش‌هایی از بسته شدن چند دفتر ازدواج در همین رابطه منتشر شده بود. اخیراً در برخی عروسی‌ها عروس و داماد به جای برگزاری مراسم عقد اسلامی آیینی برگزار می‌کنند به نام عقد آری که به عقد آریایی معروف شده. فعالان حقوق بشری ایرانی می‌گویند گلرخ ایرایی فعال سیاسی در ایران بازداشت شده است. گفته شده او به مکان نامعلومی منتقل شده و علت بازداشت او هم مشخص نیست. خانم ایرایی از فعالان سیاسی است که در کارزارهای لغو اعدام حضور داشت و پیشتر هم به جرم اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام 6 سال زندان محکوم شده بود. او همسر آرش صادقی فعال سیاسی زندانی دیگری است که در روزهای اخیر وضعیت سلامتیش نگران کننده گزارش شده. سه گروه انتخاباتی روند بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحریم کردند. تیم‌های ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل خواهان جداسازی آرای باطل پیش از بازشماری شدند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته بازشماری را مطابق قانون آغاز می‌کند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. تلاش برای به کرسی نشاندن تصمیم تازه. کمیسیون میگوید شمارش دوباره بخشی از آرای انتخابات تا ساعات دیگر شروع می شود. بازشماری که سرنوشت حدود 3000 رأی اختلافی را مشخص می کند. کمیسیون مستقل انتخابات ظاهرا همه آمادگی ها را برای بازشماری آرای 8500 محل رأی دهی در 34 ولایت افغانستان گرفته. مواد حساس بازشماری اینجا در مرکز کمیسیون دستبندی می شود و بعد از انتقال به ولایات بازشماری آرا آغاز می شود. سه دسته انتخاباتی از ناظرانشان خواسته اند در روند نظارت بر بازشماری اشتراک نکنند. خواست تیم ثبات و همگرایی اول تفکیک آرای پاک از تقلبی و بعد بازشماری. تقاضای تیم صلح و عدالت اسلامی بازشماری تمام آرای انتخابات. تیم امنیت و عدالت هم خواهان اعلام اطلاعات کامل آرای بیومتریک شده پیش از بازشماری. کمیسیون بی توجه به مخالفت ها اصرار دارد به کارش ادامه می دهد. ما مکلف به طرز العمل، لایحه، قانون و هدایت های بورد رهبری کمیسیون انتخابات هستیم. ما مطابق از کارهای خود انجام میتیم و در تمام ولایات هدایت داده شده که مطابق هدایت بورد کمیسیون انتخابات و همچنان لایحه و طرز العمل کارهای خود انجام بده. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 3 هفته پیش 27 میزان اعلام شود. کمیسیون نتوانست به وعده اش عمل کند. از مردم معذرت خواست و تقویم جدید اعلام کرد. 23 عقرب تقویمی که هنوز در مورد عملی شدن آن شک و تردیدهای وجود دارد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. داود قاری‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. بیشتر از این اختلافات که بر سر بازشماری آرا هست بهمون بگو داود. کلن ناجیت بازشماری آرا و خود روند انتخابات یک روند بی نهایت پیچیده‌ای شده و حتی برای اکثریت سوالات خیلی زیاده در مورد ای که خود بازشماری چطور صورت میگیره و ای که بالاخره ای سرنوشت انتخابات چه خواهد شد، نگرانی های زیاده هم مطرح شده. تا حالا چیزی که ما میدانیم و اگر ساده ترش کنیم و توضیح بدیم ایست که آرایی که بایومتریک شده هست و اینا وارد سیستم یا دستگاه مرکزی در کابل شده، بر اساس اعلام کمیسیون 1,843,107 رای هست که از این جمله در واقع کمیسیون میگه که 8,255 محل است در 34 ولایت، یعنی در سرتاسر افغانستان، که این محلات آرایش باید بازشماری شود. و چیزی که جالبتر از این هست، میگن در بین این اعداد یا بیش از 8000 محل 2423 محل دیگی هست که اصلا سرنوشت آرای از اینا مشخص نیست. به دو دلیل، یکی که میگن در 1287 محل کمیسیون کارمندانش در این محلات گزارش دادن که در روز انتخابات مراکز باز بوده و همه چیز درست بوده کار میکرده، ولی دستگاه های بایومتریک مشکل داشته و الان هم دستگاه بایومتریک وجود داره ولی اون کارت حافظیه که باید
اطلاعات از اینجا منتقل شده این وجود نداره و باقی مانده این مراکز هم 1136 محل هست که در اینجا فرم نتایج وجود نداره. بنابراین قرار است در مورد از اینا هم تصمیم بگیرن، ولی چیزی که حالا تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگه که اصلا در مورد این 2423 محل هم اینا هیچ گونه اطلاعی نداشتن و نمیدونن که این محلات از کجا پیدا شده و این آرا از چی میشه. و در عین حال تیم آقای عبدالله و همینطور بعض از نامزدهای دیگر تاکید دارند که وقتی 1,843,000 رای بایومتریک شده وارد سیستم شده، اینا هم نهایی نیستن و باید آرای تقلبی و آرایی که قبل از ساعت 7 صبح که آغاز رای گیری بود و بعد از ساعت 5 که پایان رای گیری بود، اینا اگر در اینجا وجود داشته باشه، آرای وجود داشته باشه، اینا باید باطل اعلام شود. با توجه به این اختلاف نظرهایی که وجود داره، چقدر الان انتظار میتونیم داشته باشیم که این بازشماری صورت بگیره و نتایجش اعلام بشه؟ بازشماری کمیسیون که تاکید داره حتما باید صورت بگیره، ولی خود ای که چقدر مدت زمان طول میکشه سوال خیلی بزرگی هست که حتی ممکن است که خود کمیسیون هم به درستی نتونه جواب بده، به دلیل اینکه روند خیلی پیچیده است آنگونه که گفتم. تا زمانی که کاندیداها همه توافق نکنند این روند حتی پیچیده تر هم خواهد شد، آنگونه که آقای عبدالله و دو تیم دیگه هم گفتند که ناظرانشان حضور نخواهند داشت در جریان بازشماری، بنابراین این مشکل بیشتر کرده. و در مجموع میشه گفت که تیم آقای عبدالله خواهان باطل شدن 300,000 رای هست از جمله آرایی که پیشتر متعداد شده گفتم که بایومتریک شدن، و از جمله گفته که تا زمانی که این آرا باطل نشه و آرای جعلی و تقلبی از میان آرای بایومتریک شده باطل اعلام نشده، نباید بازشماری صورت بگیره. با توجه به این همه مشکلاتی که فعلا این روند باش دوچار شده، بعید است که کمیسیون بتونه تا 5 روز دیگه که قرار بود اعلام نتیجه مقدماتی را در واقع نتیجه مقدماتی را اعلام کنه، بتونه در موقع یا در همون 5 روز آینده را بتونه اعلام کنه، به احتمال خیلی زیاد که ممکن است بازم به تعویق بیفته. متشکرم از تو داوود قاری‌زاده اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان انرژی اتمی ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو دعوت کرده. پس از اعلام بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، 3 نامزد به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض کردند. معترضان میگویند بازشماری باید بعد از تصفیه آرا یا به عبارتی جدا کردن آرای باطل صورت بگیرد. در ادامه برنامه، گرامی داشته 30 سالگرد فروپاشی دیوار برلین، رویدادی که جهان را متحول کرد. مایکل بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک، گفته ممکن است وارد رقابت‌ها برای انتخاب نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. آقای بلومبرگ یکی از 10 ثروتمند اول آمریکا است. هم‌اکنون 12 نامزد مطرح در این رقابت درون حزبی حضور دارند. برنده آن در انتخاباتی که کمتر از یک سال دیگر برگزار می‌شود به مصاف آقای ترامپ می‌رود. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ما. ورود آقای بلومبرگ خبرساز شده، چقدر میتونه معادلات رو برای دیگر کاندیداها عوض کنه؟ بهمن، آقای بلومبرگ شخصیت شناخته شده است، 3 بار در نیویورک شهردار بوده اینجا و همطور که اشاره کردید آدم بسیار ثروتمندی است، ولی بسیار از ناظرانی که انتخابات درون حزبی رو سالهاست تحلیل میکنن و دنبال میگن که الان ورود به انتخابات درون حزبی یه مقداری دیر هست. کسانی که الان مطرح هستند، 4-5 نفری که در نظرسنجی ها جلو هستند و همچنین 10-12 نفر در کل، کم و بیش 1 تا 1.5 سال قبل شروع کردن فعالیتشون رو، نه فقط برای اینکه با رای دهندگان صحبت کنن و برای اینکه بتونن یک کارزار انتخاباتی را بندازن که ساختار بسیار پیچیده‌ای داره و بتونن پول جمع کنن برای اینکه تعداد زیادی از طرفدارانشون که کار میکنن در این کارزارا بتونن هزینه‌هاشون رو تامین کنن. همه اینها یه مقداری نزدیک هستیم به روزهایی که ایالت‌ها شروع میکنن رای دادن در انتخابات درون حزبی و مشکل‌تر هست، با این تفاوت که آقای بلومبرگ نیازی برای جمع کردن پول نداره. او بسیار ثروتمند، میتونه هر مقداری که دلش بخواد از بیش از 50 میلیارد دلاری که تخمین زده میشه ثروتش باشه استفاده کنه. از این جهت دست بالا رو داره، ولی بازم بسیار از ناظران میگویند که یه مقداری دیر هست برای ورود و
فضایی هم چندان وجود نداره در حزب دموکرات، دست کم برای اینکه یک آدم خیلی ثروتمندی بیاد و سعی کنه نامزد بشه، با توجه به که بسیاری از رای دهندگان حزب دموکرات اساساً معتقدند که ثروتمندان نفوذ بیش از حد دارن در سیاست، باید بیشتر ازشون مالیات گرفت و اتفاقاً این شعار بسیاری از کسانی است که از این 10-12 نفری که الان کاندیدا هستن که ما وقتی به قدرت برسیم، اگر برسیم، سعی می‌کنیم محدود کنیم حضور میلیاردرها رو در قدرت و نفوذشون رو. در نتیجه یک میلیاردر هرچند که با آقای ترامپ اختلاف داشته باشه، شاید به این راحتی نتونه در میان اعضای حزب دموکرات طرفدار زیادی پیدا بکنه. بهمن، چقدر طول میکشه تا روشن بشه که چه کسانی در میان این 10-12 نفر بخت جدی هستند؟ نظرسنجی که الان وجود داره نشون میده که اون 4-5 نفر از این 10-12 نفر کدامن که با هم رقابت میکنن. آقای بایدن، معاون رئیس جمهور در زمان آقای اوباما، و همچنین دو سناتور چپگرا، خانم وارن و آقای سندرز هستند، و همچنین یک شهردار شهر کوچک، آقای بوجاجج، که بسیار آدم جوانی است و اقبال زیادی داره میشه ازش. اینها 4-5 نفری هستن که در کنار هم در نظرسنجی‌ها نشون میده که هر کدوم بین 15-20% با اقبال روبرو هستند. ولی این به معنی نیست که اون بقیه که از این 10-12 نفر کاملا دیگه بختی ندارن. ممکن است که تا 3 ماهی که باقی است تا اولین ایالت رای بده، چون یکی یکی ایالت ها رای میدن، بعضی چند ایالت با هم در یک روز رای میدن، اونها ممکن است که در این 2-3 ماه آینده بتونن یه مقداری جای پا برای خودشون پیدا بکنن، و اینهایی که جلو هستن ممکن است دچار اشتباهاتی بشن که طرفدارانشون رو از دست بدن. همه اینها ممکنه. به همین جهت گوین که اگه بخوایم فقط بر اساس نظرسنجی فعلی قضاوت کنیم، میدونیم که اون 4-5 نفری که پیشتاز هستن چه کسانی هستن، ولی نمیشه با قاطعیت گفت که حتما یکی از این 4-5 نفر خواهد بود که نامزد حزب میشه و به مسافه آقای ترامپ میره انتخاباتی که کمتر از 12 ماه باش فاصله داریم. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. به مناسبت 30 سالگی فرو افتادن دیوار برلین، مراسم متعددی در آلمان برگزار می شود. این دیوار مظهر جنگ سردی بود که شرق کمونیست را از غرب مردم سالار جدا کرده بود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که در آلمان شرقی بزرگ شده، دست گلی کنار دیواری می گذارد که به یادبود آن دوران نگاه داشته. او و دیگر مقام ها یاد کسانی را که هنگام عبور از این دیوار کشته شدند گرامی خواهند داشت، و در ادامه کنسرتی بزرگ در کنار دروازه براندبورگ برلین برگزار خواهد شد. In broad daylight. روز روشن پیش چشم دنیا، برلین شرقی یک زندان شد. شهروندانش از دوستان و خانواده جدا افتادند. حکومت خودش را جمهوری دموکراتیک می‌خواند، ولی در حقیقت آلمان شرقی جاسوسی مردم خودش را می‌کرد و آزادیشان را می‌گرفت. و این مرد می‌خواست بیرون بیاید. هارتموت به برلین غربی فرار کرد، از عرض کانالی که مرزبانان زیر نظر داشتند. 4 ساعت طول کشید. بیشتر غواصی بود تا شنا. صدای سگ‌ها می‌اومد، ولی فکر می‌کنم فرشته نگهبانی داشتم. یه سگی نزدیکم نفس نفس میزد. خدا رو شکر توی نیزار پنهان شده بودم. میترسیدم صدای دندونام که به هم میخوره جامو لو بده. گفتم تموم شد. الان به هم شلیک میکنن. افراد زیادی در هنگام فرار کشته شدند. تعداد بسیار کمی فکر میکردند آلمان شرقی این گونه پایان یابد. نهم نوامبر 1989، پس از هفته ها اعتراض، حکومت از هم پاشید. کسی نمرد، خونی ریخته نشد، ولی این انقلاب زخم هایی بر جا گذاشت. حتی آنگلا مرکل که خودش پشت پرده آهنین بزرگ شده، تایید می کند هنوز فاصله ای ژرف در کیفیت زندگی بین شرق آلمان و بخش غربیش وجود دارد. افزایش ناخشنودی ها جو ناراحتی به مراسم می دهد. این چیدمان فرصتی برای مردم است برای ابراز ترس، امید و دیدگاهشان. امروز البته نخستین روز از 4 روز بزرگ داشت و نکو داشته، اما رهبران سیاسی که اینجا گرد هم اومدند میدونن که بخشهایی از این کشور و خود اروپا یک جورهایی هنوز عمیقانه از هم فاصله دارن و خودشون هم زیر فشار شدیدی هستن تا کاری برای این فاصله ها بکنند.
امروز برای هارتموت هم روز مهمی است، گرچه او به روز دیگری فکر می‌کند، روزی که فرار کرد. من همیشه 27 آگوست 1966 رو جشن می‌گیرم، حتی بیشتر از روز تولدم. اون روز آزادیمه، فرار از دست حکومت آلمان شرقی. احساس تنفرم از حکومت هرگز کمتر نشده. جان‌ها از دست رفت، آزادی به دست آمد. یک کشور دوباره متولد شد و 30 سال بعد مردم همچنان تلاش می‌کنند به درکی از آن برسند. جنی هیل، BBC نیوز، برلین. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل، پس از آزادی از زندان قول داده بیگناهیش را ثابت کند. او در یک سخنرانی پلیس، قضات و دادستانی را متهم کرد که تلاش می‌کنند تا جناح سیاسی چپگرا را در برزیل مجرم نشان دهند. او گفته کشور لایق رهبری بهتر از جایر بولسونارو رئیس جمهوری فعلی است. زندانی شدن آقای لولا دا سیلوا به مدت 18 ماه به جرم دست داشتن در فساد مانع از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری شد. این در حالی است که نظرسنجی های او را با اختلاف زیادی از رقیبانش جلو نشان می دادند. صدها سیک توانستند برای اولین بار بدون ویزا از مرز بین هند و پاکستان رد شوند. این سیک های هندی با عبور از مرز کارتارپور به سمت زیارتگاهی رفتند که بنیانگذار آیین سیک گورو ناناک در آنجا دفن شده. نخست وزیر هند از اولین کسانی بود که از مرز عبور کرد و از این روز به عنوان یک روز تاریخی نام برد. در عراق نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور تلاش کردند معترضان را از چند پل اصلی این شهر دور کنند. معترضان با عبور از پل‌های اصلی توانسته بودند به قسمت غربی شهر نزدیک شوند که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند. هنوز یکی از پل‌های اصلی شهر در اشغال معترضان است. از زمان شروع اعتراض‌ها از 5 هفته پیش نزدیک به 300 نفر در عراق کشته شدند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.